عبدالله حمود نخستین شهردار مسلمان شهر دیربورن در ایالت میشیگان آمریکا کار خود را با سوگند به قرآن کریم آغاز کرد. او با قرار دادن دست خود بر روی قرآن خانوادگی به عنوان اولین شهردار مسلمان دیربورن در ایالت میشیگان آمریکا در لحظه ای تاریخی سوگند یاد کرد. حمود پس از آن خطاب به حضار از تنوع دینی و نژادی دیربورن صحبت کرد و گفت که این شهر به عنوان یک الگوی دموکراتیک برای جهان عمل می کند. او خواستار یک نهاد پویا شد که ضمن حل چالش های شهر مانند زیر ساخها در برابر همه پاسخگو باشد. حمود گفت چهار گوشه شهر ما دارای ویژگی هایی است که دیربورن را به مکانی غنی و سرزنده تبدیل می کند و همه ما آن را دوست داریم و خانه می نامیم. وی ادامه داد ما با هم در یک مأموریت هستیم تا ثابت کنیم که می توانیم بزرگترین مشکلاتی را که با آن روبرو هستیم حل کنیم، در حالی که شفاف، پاسخگو و در دسترس برای همه هستیم. او افزود تیم جدید ما نه تنها تجربه گسترده بلکه تنوع تاریخی را به ارمغان می آورد. صرف نظر از پیشینه، محل زندگی یا زبان مادری شما، شهر دیربورن همیشه با شما منصفانه رفتار کرده و تلاش می کند تا اعتماد شما را به دست آورد. حمود اولین شهردار عرب آمریکایی دیربورن در شهری 110,000 نفری است. زمانی برای چندی دهه ارویل هابارد یکی از بدنامترین نجات پرستان منطقه که از الفاظ تحقیرآمیز علیه اقلیت‌ها از جمله سیاه پوستان و مردم عرب آمریکایی استفاده می کرد شهرداری این شهر را بر عهده داشت. حمود همچنین اولین شهردار مسلمان شهر است که در طول سخنرانی خود از برخی کلمات عربی برای تشکر از خداوند استفاده کرد. طبق داده های سرشماری سال 2019 دیربورن اکنون 47% از جمعیت آن عرب تبار هستند.